گفتن که گارد انقلاب باید تشکیل بشه برای حفاظت از این دیکتاتوری و حاکمیتی که داره میاد، حاکمیت آخوندی که میاد سر کار. سپاه هم اساساً برای این به وجود اومده. شما توی اساسنامه سپاه هم که نگاه کنید، خودشو مقید میدونه بر حفظ رژیم و این نظام. The regular army would be the Wehrmacht and revolutionary guards would be the SS. وقتی جنگ ایران و عراق تموم شد، اساساً سپاه پاسداران موضوعیت خودش رو از دست داد. Control of the economy of Iran by the revolutionary guards has a logic. در این دگرگسی سپاه پاسداران تبدیل شده به یک مافیای دزدی و جنایت. Without IRGC the mullahs would not last a week. این سیستم حتی به اون موقع ابتدای خودش هم دیگه اصلا انگیزه ای نداره. تو این برنامه میخواییم سپاه پاسداران رو بررسی کنیم، اما طبعا پرداختن به تمام کارها و جنایات سپاه در یک برنامه کار ساده ای نیست، یعنی زمان به همون اجازه نمیده. اما قصد دارم بخشی از کارکرده این هیولا رو بررسی کنم، اینکه چرا سپاه پاسداران این نیروی اهریمنی به وجود اومد، بعد از جنگ ایران و عراق این نیرو وارد چه کاری شد، اما مهمتر از همه آیا سپاه اون یک دستی اول تاسیس خودش رو تونسته حفظ کنه و ضرباتی که سپاه در سالیان اخیر خورده چه در داخل و چه در سوریه چه اثری روی سپاه گذاشته، نفوذ و رخنه در سپاه چه بلایی بر سر این هیولای کاغذی آورده، صنعت پرستو یعنی دامپن کردن با استفاده از مزدورای زن صنعت سپاه پاسداران بوده، اما سران سپاه گیر پرستوها که در حقیقت همون خفاش های نظام اهریمنی آخوندی هستن میفتن، یعنی تو دامی میفتن که خودشون پهن کرد بودن. برای این کار سراغ تعدادی از متخصصینی رفتم که سالها سپاه و کارکرده اون رو مطالعه کردن. تو این برنامه همراه خواهیم بود با آقای حسن نظام الملکی، مجید حریری، پروفسور آلخوبی دل کوادراس نایب رئیس پیشین پارلمان اروپا از اسپانیا، استران استیونسون نماینده سابق پارلمان اروپا از اسکاتلند و پاولو کازوکا نماینده سابق پارلمان اروپا از پرتغال. پرسش اولم در خصوص پیدایش سپاه پاسداران بود. چون این خمینی سارق انقلاب ایران بود، نه تشکیلاتی داشت، نه سازمان انقلابی داشت، نه نیرویی داشتش که بخواد که انقلاب رو شکل بده، بنابراین با سرقت رهبری انقلاب وقتی که سر کار اومدن با این سوال روبرو بودن که خب اون نیرویی که میخواد این حاکمیت رو حفظ کنه اون کی هستش. خودشون اسمشو گذاشتن گارد انقلاب، یعنی قبل از اینکه سپاه پاسداران بذارن گفتن که گارد انقلاب باید تشکیل بشه برای حفاظت از این دیکتاتوری و حاکمیتی که داره میاد، حاکمیت آخوندی که میاد سر کار. البته لغت دقیق ترش شکارچی انقلابیون هست، یعنی چون نیروهای انقلابی مثل سازمان مجاهدین خلق یا سازمان چریکای فدایی خلق بودن، اینها در مقابل اونها نمیتونستند جایی داشته باشن، بنابراین اومدن چنین تشکیلاتی درست کردن. اگر باز تو اسمش هم توجه کنید، اسمش از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، یعنی هیچ ربطی به کشور ایران و حفاظت از ایران نداره. انقلاب اسلامی هم که اسم مستعار دیکتاتوری آخوندی و جنایت هایی که تحت این عنوان انجام میشه. رژیم ولایت فقیه برای حفظ حاکمیت خودش نیازمند صدور بنیادگرایی و جنگ افروزی و تروریسم برای حفظ اون اهداف خودشه و سپاه هم اساساً برای این به وجود اومده. شما توی اساسنامه سپاه هم که نگاه کنید خودشو مقید میدونه بر حفظ رژیم و این نظام، بنابراین اساساً بر این اساس به وجود اومده، در حالی که یک ارتش در یک کشور برای حفاظت از مرزهای اون کشور تشکیل میشه. سپاه برای یک نظام مشخص یعنی ولایت فقیه و بنیادگرایی اون و حفاظت از اون به وجود اومده. به همین دلیل از ابتدا هم که به وجود اومده شما میبینید همراه باهاش جنگ افروزی، تروریسم و ایزن سرکوب در داخل هست. لذا
ارتش در خدمت این قرار میگیره، چه در دوران جنگ و بعد، از ارتش استفاده لوجستیکیشو میکنه، از امکاناتش استفاده میکنه، جنگ رو پیش میبره، بعد از جنگ برای صدور تروریسمش و اقداماتش در کشورهای دیگه از اون امکاناتون استفاده میکنه. ولی ارتش نمیتونه کار سپاه رو بکنه، کما اینکه این دوتا با هم ادغام هم نمیتونن بشن. If we compare the Iranian regime, the Ayatollah's regime, to the Nazi regime in Germany, we can make very easily an analogy. The regular army would be the Wehrmacht. اگر ما رژیم ایران رو با رژیم نازی در آلمان مقایسه کنیم، به سادگی به مشابهت‌هایی می‌رسیم. ارتش منظم معادل ورماخت و سپاه پاسداران معادل اس اس میشن و اینها متفاوت هستند، چون اس اس یک نیرو و سازمانکار نظامیه که مستقیما مشروط به رهبر عالی عمل میکنه و وفادار به او در خدمت برآورده کردن خواسته های او. در پاسخ به پرسشم که چرا سپاه وارد کارهای اقتصادی شد، توضیحات جالبی شنیدم که اساساً سپاه اقتصاد ایران رو اشغال و به ویرانه تبدیل کرده. وقتی جنگ ایران و عراق تموم شد، اساساً سپاه پاسداران موضوعیت خودش رو از دست داد. بنابراین سپاه پاسداران با یه مشکلی روبرو شد که خب چجوری این نیرویی که اینا می‌خواستن به عنوان یه اهرم سرکوب حفظش کنن، اینو چجوری حفظ کنن و چجوری نگهش دارن؟ راهی که طی کردن این بود که اینا رو وارد کار اقتصادی به اصطلاح خودشون بکنند، مثلا با اسم مسخره قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا کل نیروی مهندسی سپاه رو نه تنها کوچیکش نکردن، گسترشش دادن. کنترل اف دی اکونومی اف ایران بای دی رولوشنری گاردز هاز ا لوجیک فرام وان ساید. کنترل اقتصاد در ایران توسط سپاه پاسداران یک منطقی دارد. از یک طرف این یک موتور محرک و مشوق از طرف ولی فقیه به این هاست برای اینکه از وفاداری آنها مطمئن باشد، چرا که از طریق همین کنترل بر اقتصاد بسیاری از افسران عالی رتبه اینها خیلی پولدار شدند و خیلی از کارها و مناصب را هم به وابستگانشان دادند و این میتواند یک دلیل باشد برای ولی فقیه که چنین نقشی را در بیشتر اقتصاد ایران به آنها بدهد. One reason for the supreme leader to give them the control of most of the economy of Iran. And the second thing is that if the revolutionary guards control most of the دلیل دوم این که اگر آنها بیشترین کنترل را بر اقتصاد کشور داشته باشند، این به این معنی است که ولی فقیه بر بیشترین بخش اقتصاد مملکت کنترل دارد. به همین دلیل است که آن همه فساد و غارت وجود دارد و بسیاری از آنها با سوء استفاده از دسترنج مردم ایران میلیاردر شدند. از بعد از اینکه جنگ ضد میهنی با آتش بس تموم شد، این سپاه در حقیقت مأموریت بعدیش چی بود؟ در خدمت برونمرزی و اقداماتی که این نظام میخواست در کشورهای همسایه بکنه و جنگ افروزیشو پیش ببره. کمان که همین امروز هم شما تو این سه دهه میبینید، وقتی که مثلا تو سوریه اقدامات میکنه، وقتی که تو یمن میکنه، وقتی تو لبنان میکنه، هزینه های کلان و سنگین شیره مملکت رو از نظام اقتصادیش میکشن و میرن پشت حمایت این. سپاه وقتی که وارد اقتصاد شد، این یک ورود سالم به اقتصاد نبود. Iran's supreme leader Ali Khamenei presides over a pyramid of corruption. وقتی خامنه‌ای کرسی قدرت را اشغال کرد، بر روی هرمی از فساد قرار گرفت که در مرکز آن یک موجود شوم به نام سپاه پاسداران قرار داشت. سپاه گشتاپوی این رژیم است که مستقیماً فقط به خامنه ای پاسخ می‌دهد و تقریباً تمام اقتصاد کشور را کنترل می‌کند، از جمله نهادهای پولی و مالی. هیچ مالیاتی نمی‌دهد و منابع مالی را به جیب مقامات این رژیم سرازیر می‌کند. سپاه از تروریسم و جنگ افروزی حمایت می‌کند و به دنبال توسعه طلبی در خارج از مرزهاست.
مثلا یه قلم نگاه کنید توی داخل ایران مرزهای آبیش 200 تا اسکله وجود داره، 90 تا از این اسکله ها اختصاصی سپاهه، یعنی هیچ کنترلی از ورود صدور امکانات درش نیست. علاوه بر این تمام ناوگان دریایی سپاه در خدمت کارکرد خودشه، لذا واردات سنگین بدون مالیات بدون گمرک از مرزهایی که فقط خودش کنترل میکنه داغون میکنه تولید ملی رو در یک کشور. موضوع نفوذ و دستگاه‌های امنیتی حکومت و به خصوص سپاه پاسداران امر خیلی مهمیه. رسانه‌های حکومتی ایران رو بهشت جاسوسا میخونن یا صحبت از آلودگی‌های امنیتی گسترده میکنن. این موضوع رو با کارشناسان امور سپاه در میان گذاشتم. خب طبیعیه که وقتی سپاه پاسداران وارد دزدی و غارت میشه، بنابراین فساد در تمام لایه‌ها و سطوحش نفوذ میکنه و عواقب خودش رو علیه ساختار این دستگاه خواهد داشت. من فکر کنم یکی از گزارشاتی که خود این سایت‌های رژیم منتشر کرده به اسم نگام خیلی گویاست که بعد بتونیم رو اون توضیحاتمون رو تکمیل کنیم. این سایت درباره علت نفوذ در سپاه نوشته که پرستوهایی، منظورش همون زنان اطلاعاتی، که سرداران هوسباز را در روسیه و ترکیه و دبی و عراق و سوریه و لبنان به دام خود می‌اندازند، وقتی از محل دور زدن تحریم ها و تجارت قاچاق میلیارد میلیارد پول های حرام و کثیف سیاه کسب می کنند، باید بالاخره آنها را جایی خرج عیاشی و هوس بازی های خود کنند و همانجا هست که به دام پرستوها می افتند و جاسوس می شوند. سرمایه گذاریات اینا رو همین الان برید تو کشور ترکیه نگاه کنید، تمام سپاه رفتن اونجا مجموعه آپارتمان و ویلا ساختن و خریدن آپارتمان، نه در یک کشور، در تمام کشورهای همسایه، در کشورهای اروپایی. خب این اون نیرویی که به اصطلاح به عنوان جنگنده یه روز محسوب میشد، ولی الان همه دوز بالای دوز و همه دنبال اینن. بنابراین سپاه پاسداران تبدیل شده به یک مافیای دزدی و جنایت که سعی میکنه هر کدوم باندای مختلف که میان سر کار دزدی خودشونو بکنن، که الان بازتاب این دزدی ها رو شما در این دور کاندیداهای انتخابات میبینید. مبنا از اون نقطه‌ای که شروع کرد سپاه رفت تو کار اقتصاد، بنابراین وقتی که اینها وارد میشدن برای واردات کردن، تماس با کمپانی‌های خارجی، خب اولین نقطه‌ای بود که به راحتی اینا قابل جذب بودن، چون وقتی که شما میرید تو دنیای بین المللی تجارت میشه سر راه هر کسی در دنیای تجارت دام پهن کرد و به خدمتش گرفت و چه آگاهانه و چه نه آگاهانه اول برایش میدون پهن کرد. مثلا نمیدونم شرکت اقتصادی درست میشه، شرکت لوازم الکترونیک درست میشه، سپاه میره مثلا معامله بکنه، بعد بهش تخفیف میدن، بعد یواش یواش راهشو باز میکنن، بعد کارشناس اون میاد، بعد نفر اینو استخدام میکنه. این مسئله انقدر گسترده شده و انقدر در سیستم های مختلف تا دین سپاه تونستن کشورهای خارجی نفوذ کنن، حتی بر این اساس تونستن انقدر فیلم هایی تهیه میکنن که بعضا آدم تعجب میکنه از این به اصطلاح نظام چی به سرش اومده که سوراخ سوراخ در همه جا شده و وقتی هم یک دونه ضربه میخوره به یکی خط نمیشه، نمیتونه بگه حتی اینا از کجا خورده. سرتیپ پاسدار محسن فخری‌زاده مهابادیه که سر دستگاه بمب‌سازی و بمب اتمی رژیم بوده، که همه بانداشون به جون هم افتادن که این داستان چیه، چون که در حالی که بالاترین حفاظت رو فکر کنم بعد از شخص خامنه‌ای بالاترین حفاظت رو داشته، به قول خودشون 3 تا ماشین حفاظت داشته، 12 نفر حفاظت می‌شده و تمام
جداش مخفی بوده، ولی توی یک عملیاتی کشته میشه که هنوزم به طور روشن مشخص نیست این چجوری کشته شد. یعنی اینقدر وضعشون به لحاظ امنیتی خرابه که بعد از چند ماه هنوز هیچ پاسخی ندارند. وقتی که اینها پول رو دزدی میکنن، خب اینا رو برای چی میخواند جز برای این هوسبازی و برای فساد؟ بنابراین خب زمینه فراهمه برای نفوذ توشون. مستمر در مطبوعات، در رسانه‌های خود رژیم، در کشورهای دیگه به اصطلاح نمونه‌های مشخصی از این که آدم‌هایی که به استخدام سرویس‌های کشورهای دیگه در اومدن و به اصطلاح از سپاه بودن مطرح داره میشه. موضوعش هم اصلا کم نیست، حتی تا حدی در میاد که نمیدونم فخری زاده که به اصطلاح رئیس پروژه اتمیشونه کشته شده و رسماً وزیر اطلاعاتش میاد میگه آقا نفوذش مربوط به سپاه بوده که این اقدام شده. یعنی منظورم انقدر موضوع بردش گسترده است که دیگه اصلا یه چیزی نیست جاش محکومن. خودشون اومدن یه لیست 200 نفره از عناصری که در حقیقت بهشون مشکوک هستن تو سلسله مراتب فرماندهی سپاه که در این کارها هستن روی میز آوردن. الان مثلا دعوای وزیر اطلاعات با به اصطلاح سپاه چیه؟ میگه که آقا تو به خاطر اینکه حفاظت اطلاعات سپاه خودتو گشتی، نمیگذاری که ما تحقیقاتمون رو در رابطه با جاسوسایی که در داخل خود به اصطلاح سپاه هست و داره برای خارجی کار میکنه بکنیم. چون این دستگاه سیستماتیک از بالاش فاسده، وقتی که نظامی هم از بالاش فاسده و دنبال این کاره، بنابراین به راحتی امکان نفوذ درش، امکان به اصطلاح بکارگیری و استخدامش، چه از نظر استخدام مالی، چه از استخدام انسانی یا پرستو و اینا فراهم میشه. و این چیزیه که از بالا تا پایین و سر تا پایین به اصطلاح سپاه رو الان گرفته. I think that the Islamic Revolutionary Guards Corps has been showing. فکر میکنم سپاه پاسداران ناکارآمدی‌های زیادی داشته که به هیچ وجه عادی نیست. فکر میکنم اینها علائم اضمحلال این سپاه بزرگه. بیاد میارم که سالها قبل فقط به واسطه مقاومت و اپوزیسیون ایران بود که میشد با اعمال جنایتکارانه سپاه پاسداران آشنا شد. اما بعد ما شاهد افزایش رخدادهایی مثل کشتن مقامات رد بالای سپاه بودیم. سرقت اسناد محرمانه برنامه اتمی سپاه، دو انفجار در نطنز. بسیار خوب، این انفجارها رو نمیشه بدون رخنه و نفوذ درون سپاه متصور دونست. همچنین ما دیدیم که بعد از کشتن قاسم سلیمانی، رژیم ایران قصد تلافی داشت و اون رو اعلام کرد. اما الان به مرحله‌ای رسیدیم که این رژیم تلاش میکنه ضرباتی که خورده رو مخفی کنه. مثلا وقتی که متوجه شدیم که محمد حجازی که یکی از فرماندهان قاسم سلیمانی بود کشته شده، اما رسانه‌های رسمی گفتند که سکته قلبی بوده، ولی خانواده‌اش گفتند که این حقیقت نداره. اینجا متوجه میشیم که سپاه تلاش میکنه شکنندگی و ناتوانیش رو مخفی کنه تا بتونه اعضاش رو حفظ کنه. این یک مرحله جدید از اضمحلال سپاه پاسدارانه. من فکر میکنم این موضوع بسیار مهمه. And I think it is very meaningful. از کارشناسی امور سپاه در مورد شقه و گسست سوال کردم. اینا در حقیقت یه سری باندای مافیایی دنبال دزدی و چپاولن. شما اگه بخواید تصور کنید هر کدوم از اینا رو مثلا در بالای سپاه نگاه کنید، کسی هستن که در طول 20-30 سال تونسته زمینه و امکاناتی پیدا کنه برای به اصطلاح دزدی خودش، برای آقازاده‌های خودش، برای املاش خریدن و برای چپاول و غارت. در حقیقت ما با یک نظام مافیایی روبرو هستیم. به همین دلیل شما دیگه می‌کنید تا سطح خود خامنه‌ای وقتی که می‌خواد همین هیکل رو حفظ کنه، چون با این هیکل میخواد سیستم خودشو بقا بده، اومده هم به اصطلاح نمایندگی ولایت فقیه هم حفاظت اطلاعات سپاه رو گذاشته دو دستی چسبیده با اونا که بتونه چیکار کنه، یه کنترل عمومی داشته باشه. ولی از تو همینا میبینید مثلا محمد علی جعفری رو چیکار میکنه، خودش هنوز زمانبندی 3 سالش تموم نشده چیکار میکنه، جابجا میکنه. ببینید سپاه پاسداران تبدیل شده به یک مافیای جنایت و دزدی و غارت. وقتی که اینطور هست، خب مثل هر مافیای دیگه‌ای، مثل مافیای ایتالیا
تبدیل میشه به باندهای مختلف. خب گزارشاتی که از درون رژیم به دست مقاومت ایران رسیده، این دستبندی‌های مختلفی الان تو خود سپاه هست که محسن رضایی باند خودش رو داره، بعدش رحیم صفوی باند خودش رو داره، بعدش از جعفری باند خودش رو داره، کمی اخیراً عوض شد، بعد یکی هم سلامی، که این باندها یعنی هر کی اومده سر کار برای خودش یه سری نوچه درست کرده، یک سری منابع اقتصادی درست کرده. But I don't think this division is ideological. No. I think it's just ولی فکر نمی‌کنم این دسته‌بندی‌ها ایدئولوژیک باشند. اینها بیشتر جنگی است بین نفراتی که جاه‌طلبی‌های سیاسی و فردی دارند و به همین دلیل است که متفرق عمل می‌کنند. And that's why they are divided. شما نگاه کنید، از روز اول که سپاه و نیروی قدس وارد سوریه شدند در حفظ نظام اسد، از اون روز یک هزینه کلانی رژیم برای این کار پرداخته و تا همین امروز هم داره ادامه میده برای این کارش. این فقط و فقط وارد کردن نیرو نبوده، خیلی از نیروهای نیابتی مثل فاطمیون یا زینبیون اساساً برای این هدف تأسیس کرد، به اضافه شبه نظامی ها که کشورهای دیگه بفرسته، همه اینا رو بسیج کرده از زاویه بکارگیری نیرو مستمر، از امکانات مالی و هزینه های کلان سنگینی که برای اونجا کرده و داده. تمام این سیستم به اضافه فرماندهی خودشو مثل حسین همدانی اینا که فرستاده، اینا که در این پروسه اینا کشته شدن همه اونجا، این سیستم و دستگاهی که رژیم چید و اونجا پیشرفت از ابتدا چیده بود. من اولین باری که توی سوریه حاج قاسمو دیدم آذر ماه 1391 بود. من برای ماموریتی به درخواست حاجی آقا رفته بودم سوریه، بررسی کنم وضعیت رو. توی فرودگاه دمشق هواپیمای ما نشست و از فرودگاه دمشق تا خود شهر دمشق حدوداً 20 کیلومتر مثلا فاصله است. بنا بود من برم دمشق حاجی آقا رو ببینم. از فاصله‌ای که از فرودگاه رفتیم تا دمشق، چندین بار ماشین ما رو تو مسیر زدن. یعنی اومده بودن فرودگاه رو مسلحین محاصره کنن که فرودگاه رو هم به تصرف در بیارن. معنی این حرف من اینه که اگر فرودگاه دمشق به تصرف مسلحین در می اومد، اون موقع هنوز داعش نبود، مسلحین مخالفین بشار اسد تو خود سوریه، که اینو باید تفکیک کنیم. من تو عرایضم خواهم گفت که فرقشون چیه مسلحین و داعش. همینجا میگم مسلحین مخالفین بشار اسد بودن که قیام کرده بودن برای برکناری بشار اسد، اما داعش اونهایی بودن که سرزمین شام و عراق رو طلب میکردن، بعدن به وجود اومدن. The IRGC's involvement in proxy wars across the Middle East. درگیر بودن سپاه پاسداران در جنگ‌های نیابتی در سراسر خاورمیانه باعث خشم مردم در سراسر ایران شده است. اقتصاد ویران شده. ریال ارزش خودش را از دست داده. 75% از جمعیت ایران برای زنده ماندن می‌جنگند، چون درآمد آنها به زیر خط فقر بین‌المللی سقوط کرده است. مردم ایران خشمگین هستند، چرا که پول آنها توسط آخوندها برای پشتیبانی مالی از سپاه پاسداران و جنگ‌افروزی‌های آن در سوریه به سرقت رفته است. فقط بیش از 100 نفر از سرهنگ به بالا، یعنی کسانی که تو جنگ ایران عراق بودند و فرماندهان جنگ بودند، تو اونجا کشته شدند، که یه نمونهش همین پاسدار همدانی هست و خود این قاسم سلیمانی که خودشون میگن اونجا مجروح شده، یا انبوه افراد دیگه که تو اونجا درگیر شده. یعنی تمام خامنه ای برای اینکه این جنگو بتونه ادامه بشه بده، مجروح شد که اون فرمانده های بالای سپاه رو بفرسته به اونجا که اینا موتور چی باشند؟ جنگ باشند. در دانشگاه امام حسین یکی از فرمانده های جنایتکار همین سپاه توضیح میده برای آدمایی که میخواد بفرسته،
میگه ریسکی که شما میکنید اونجا اگر اشتباه نکنم حدود 30%، یعنی 30% تلفات میده، یعنی نفری که میره اونجا 30% یا کشته میشه یا زخمی، که من رقم تقریبی هم که خودم ملاحظ کشته ها به نظرم میرسه حدود 10% از نیروهایی که رفتن کشته شده. بعد از اینکه جنگ سوریه بعد از تصرف حلب توسط نیروهای اینا به یک تعادلی رسید، خب ضربات بیش از 500 تا مرکزشون هر روز بمبارون میشه و ضربه میخوره. یکی از مراکز بزرگشون که در نقطه مرزی عراق و سوریه درست کردن تقریبا نابود شد. یعنی ضرباتی که اونجا خوردن، تلفاتی که دادن و هزینه‌هایی که دادن بسیار بالاست. ولی اگه شما نگاه کنید در یه مقطعی، چون انقلاب سوریه خیلی گسترده شده بود و دیگه نظام اسد نظامی نبود که همونجوری به پا بمونه، کما اینکه خود نیروی سپاه هم نمیتونست اونو سرپا نگه داره، در نقطه‌ای که میاد اینو در حقیقت روسیه خودش وارد این جنگ میشه تو معادلات بین المللی. حتی همون روسیه نمیخواست بهای زمینی برای این کار از کشته آدمای خودشو بده. بنابراین قاسم سلیمانی رو صدا میکنه و با اون قرارداد میبنده. الان ظریف که شما نگاه کنید تو این نوارش خیلی روشن عنوان میکنه که در حقیقت این قاسم سلیمانی نبوده که در حقیقت بخواد سوریه رو بخواد حفظ کنه، پوتین بوده که اینو به کار گرفته بوده که این نیروی زمینی در حقیقت روسیه بشه. همین الان شما نگاه کنید در سوریه که وقتی که تونستن اینا سرکوبشون رو بکنن و ورق برگشته، دیگه چه زمینه ای رو در خدمت نیروی قدس و سپاه گذاشتن الا چند تا پایگاهی که اینا رو مستمرن میاد بمبارون میشه. یه قلم خود ظریف میگه مثلا 200 تا بمبارونش رو اومد جانکری به من گفت، یعنی مستمر بمبارون میشه. بنابراین شما محصول ببینید چی بوده، هزینه کلان مالی گشته، فرمانده‌هاش کشته شدن، خودش به خدمت گرفته شده، تای خاطرش هم بهش چی رسیده؟ هیچی. یک سری پایگاهی که اونجا بعد برای حفظش هر روز بمبارون هم بشه و اونا رو هم تلفات بده. این محصول اون کاره، این جز شکست چیزی برای یک همچی سیاستی نیست. اما هزینه هایی که کردن توی جنگ سوریه، مبلغ مجموعه چیزا علاوه بر پول نقد، چون یه سری گزارش‌های بین‌المللی که منتشر میشه مربوط به پول نقد است، مجموعش بیش از 100 میلیارد دلار بوده. اینها خسارت‌های بزرگی بوده که به مردم ایران و ثروت‌های مردم ایران توسط شخص خامنه‌ای به خاطر جنگ افروزی توی سوریه زده شده. مقاومت ایران شعار انحلال سپاه رو مطرح کرده. در خصوص نقش و اهمیت این شعار موضوع رو با کارشناسای برنامه در میون گذاشتم. وقتی که علیه یک نظام اقدام میکنیم باید مشخص بشه که این شعار چه ماده و چه عمل کردی باید داشته باشه. اگر یک نظامی باشه که در حقیقت باید کنار بره و سرنگون بشه، مثلا فرض کنیم وقتی که نظام شاه رو میخوایم سرنگون بکنیم، شعاری که میاد تو وسط چیه؟ شعار مرگ بر شاست. یعنی تا وقتی که این شعار نیاد، اون به اصطلاح حاکمیت، اون شاه میتونه مثلا بیاد نخست وزیرش رو عوض کنه، بعد یه نخست وزیر دیگه بذاره، شاخص مشخصه در حقیقت چی هستش. الان وقتی که ما صحبت از نظام ولایت فقیه میکنیم، سپاه برای چی اومده؟ برای حفظ نظام ولایت فقیه. بنابراین اگر ما تلقی رو اینطوری بکنیم که در حقیقت میشه سپاه با همین کارکرداش باشه ولی فقط نظام ولایت فقیه بره، اینجا گم میشه محتوا. یعنی که گویی پس یه نیروی نظامی هست در رابطه با کشور، میتونه هویت مستقل داشته باشه بدون ولایت فقیه. اصلا واقعی نیست. اون اصلا برای این به وجود اومده که اینو حفظ کنه و دقیقا اصلا یکیه. اون محتوا روی این نظام سواره و تمام امکانات هم در خدمتش گشته شده برای اینکه اینو حفظ کنه. بنابراین کسی که بیاد شعار بده که آقا سپاه بمونه نظام ولایت فقیه بره، فقط این داره چیکار میکنه؟ در حقیقت سر مردم رو گرم میکنه و انحراف ایجاد میکنه. مثل کسی که مثلا فرض بکنی تو دوره شاه میومد میگفت آقا مثلا این هویدا بره و مملکت درست میشه. خب اینجوری نبود و الان هزار باد بدتر از اونه. بنابراین شما اگر میبینید این رژیم ولایت فقیه مشروعیت نداره،
اساسی که باید نوک حمله روش بشه اون نیرویی که اینا حفظش کرده، همون سپاهیه که در حقیقت اینو سرکار گشته. شعار انحلال سپاه که مطرح میشه برای اینکه این مقوله کاملا روشن باشه، مرزبندی کاملا روشن باشه. اگه کشور به اصطلاح حفظ مرزاشه که باید ارتشش باشه، سپاه چه کاره است اینجا؟ بنابراین شعار انحلال سپاه ما رو تیز میکنه روی اینکه آقا ما جدی هستیم در سرنگونی ولایت فقیه و این نظامی که پدر مردم رو در آورده. زیرا که سپاه پاسداران اصلی ترین دلیل بقا و ادامه این حکومته. بدون سپاه پاسداران حکومت آخوندها حتی یک هفته هم دووم نمیاره، چون این حکومت مورد نفرت مردم ایرانه. حتما که اونها به دست جنبش های مردم جارو می شدند. این سیستم حتی به اون موقع ابتدای خودش هم دیگه اصلا انگیزه ای نداره، فقط در سرکوب میشه به کارش گرفت. ولی تو همین سرکوب هم مثل قیام 98 اگه یه مقدار ببینه فضا سنگین میشه، فرار رو برقرار ترجیح میده. It is possible that some revolutionary guards even at high levels. این امکان پذیر است که برخی در سپاه پاسداران لااقل در سطوح بالا مطلع هستند که رژیم تا ابد که ادامه نخواهد داشت و بالاخره روزی اینها باید به این جرایم پاسخ دهند و قصد داشته باشند که برای فرار از مسئولیت به رهبر عالی خیانت کنند. غرب اکنون باید مطمئنن بفهمد که در نهایت با سرنگونی آخوندهای ظالم صلح، عدالت و آزادی برای مردم ایران محقق خواهد شد. ما باید به طور کامل از آنها پشتیبانی کنیم. آنها باید بدانند که سقوط سپاه پاسداران مقدمه‌ای برای سرنگونی ولایت فقیه است.